السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که جور و صحت مند و سر حال باشین در هر گوشه ای از دنیا که قرار دارین. اینها یا اسلام را رها کردن یا اینکه احساس مسئولیت نمی کنن. ایمانشان ضعیف است یا اینکه قلبهایشان مرده است. در حالی که قرآن کریم به لسان از اینها نازل شده و در اوج پروردگار می فرماید که از تمام نعمت ها پروردگار شما را سوال می کنه و سخت سوال می کنه. این نعمت صحت، از ثروت، نعمت جوانی، از این نعمت نفت و گاز، امنیت، در حالی که دیگران در چی حالت قرار دارند، مردم غزه و فلسطین. و همچنان از اینها سوال میکنه که اینها چرا بی تفاوت هستند، چرا درک ندارند، چرا احساس ندارند، چرا غم شریکی ندارند که باید داشته باشند. پروردگار میفرماید که ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم، در آن روز از نعمت ها پرسان کرده میشه. مولانا همچنان میفرماید که نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه و بنما حسود. سود و منفعت شه پروردگار در روز قیامت از اینها سوال میکنه. و همچنان پروردگار میفرماید که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مال از اینها، در اموالشان حق یتیم هاست، بیوه هاست، از مبارزینی که در اینجا دفاع میکنن، از مقدسات، از بیت المقدس. و همچنان اینجا بیوه و یتیم و زخمی و دیگر کسایی قرار دارن حق دارن در مال از اینها، مگر اینها سخت به تفاوت و غفلت هستند، در خواب غفلت فرو رفتند. و خداوند از تک تک از اینها سخت پرسان و سوال میکنند. سعدی چه زیبا فرموده است که بنی آدم اعضا یک دیگرند، که در آفرینش ز یک جوهرند. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشایند که نامت نهند آدمی.